سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز رادیو قبرس. کیان صدقیان هستم در قرنطینه. خیلی خوش اومدین به چه خبر. میبینید که فضا عوض شده، من در خونه هستم و قرنطینه است اینجا. خوبه، اتفاق جدیدیه دیگه. ما هم استودیو رو پخش کردیم بین بچه ها و هر قسمتش رفت خونه یکی. الان هم همینطور که میبینید من در خدمت شما. همونطور که میدونید امروز قراره فینال برنامه تیست واچ پخش بشه، برنده معلوم میشه و شما میفهمید که کی بیشترین رأی و بیشترین امتیاز رو آورد. امیدوارم تا حالا رأیتون رو داده باشین، چون که دیگه تایم رأی دادن تموم شده و فقط مونده که بفهمیم کی برنده است. حتما تا آخر برنامه رو ببینید، اونجا اعلام میشه و شما میفهمید که چه اتفاقی افتاد. خیلی جذابه. میدونستید که رأی اگر تقلبی باشه حذف میشه؟ یعنی اگر شما با یک دستگاه چند بار رأی بدید رأیتون حساب نمیشه، و این اتفاق افتاد. خیلی هم افتاد. بذارید یه خورده از قرنطینه براتون بگم. خوب تی میکشم، ظرف خوب میشورم، شیشه رو شستم، مونده جارو بکشم. عالیه، ببینید عالیه. هم کار میکنی هم با اسپری کار میکنی. دیشب هم جاتون خالی، اینجا یک طوفان خیلی زیادی شد و برقا رفت جایی که ما هستیم و خیلی جالب بود. یعنی من اصلا تا حالا ندیده بودم که مه بشه، اما این مه با قطرات بارون باشه فقط. یعنی انقدر هوا عجیب غریب داشت تو خودش میپیچید که شما جلوتون رو نمیدیدید به خاطر وجود قطرات درشت بارون معلق تو هوا اینجوری. خب من وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. بچه‌ها پشت صحنه اشاره میکنن که ظرفا هنوز مونده. من شما رو با شک تنها میذارم. این هفته درباره بانک و سود بانکی و ایرانی و بانک و پول چند تا شد تنها میذارم. بریم ببینیم. بیاییم. سلام، مرسی از استقبال گرمتون. از شک قبلی کلی پیام و مسیج ازتون دریافت کردیم، تک تکش رو خوندیم. میتونستیم همش رو تو همین شک به صورت کلی جواب بدیم، ولی ترجیح دادیم که هر کدومش رو یه شک جداگونه کنیم و به صورت مفصل بهش بپردازیم. شک این هفته همونطوری که بیشتر سوالا و مسیجا در ارتباط باهاش بود راجع به بانک و مسائل مربوط به بانک. میدونم قرنطینه است، ولی ما تا شک و نگیریم آروم نمیگیریم. بریم با هم شک رو ببینیم. همونطوری که در جریان قبرس سه نوع پول رایج داره: لیر، دلار و پوند انگلستان، که لیر از همه مرسوم‌تره و برای خرج و مخارج و خرید روزانه ازش استفاده میشه و دلار و پوند برای املاک و مستغلات استفاده میشه. من و روحان پا شدیم رفتیم بانک تا ببینیم شرایط حساب باز کردن، وام و سپرده داخل قبرس به چه صورتی است. از 21 بانک موجود داخل قبرس، 7 تا از بزرگتریناش که مثل ملی و ملت خودمون بودن رو انتخاب کردیم و با آرمان و فرشتگانش کاری نداشتیم. ما با 3 دسته بانک مواجه شدیم. منظورم خصوصی و غیر خصوصیش نیستا، منظورم شرایطش برای ما ایرانیاست، بالاخره ما خواستیم یه ذره دیگه. خب دسته اول خیلی هم خوب بودن، گفتن اعتبار ما اعتماد شماست و همه شرایط رو برای ما ایرانی‌ها فراهم می‌کردن، مثل ایش بانک، کپیتال بانک و بانک زراعت. از این 3 تا بانک راجع به باز کردن حساب پرسیدیم که در جواب گفتن دانشجو، کسانی که سرمایه‌گذاری ملکی داشته و کسانی که دارن کار می‌کنن میتونن حساب باز کنن. و برای باز کردن حساب دانشجوها نیاز به برگه استودنت سرتیفیکیت دارن، شاغل‌ها نیاز به برگه اجازه کار یا به قول خودشون چالش مایزین دارن، و سرمایه‌گذارها نیاز به قرارداد ملک. به همگی باید پاسپورت و برگه اقامتشون رو برای باز کردن حساب همراهشون باشه و نسبت به قوانین روز بانک شاید نیاز باشه مبلغی رو تو حسابشون بلاک کنن. البته بگم اینجا دو نوع حساب وجود داره، که یکیش دبیته که همون حساب معمولی خودمونه، و یکی کردیته که برای باز کردنش باید مبلغی رو بلاک کنید، که اون مبلغی که برای باز کردن حساب بلاک می‌کنین رو میتونیم به عنوان کردیت استفاده کنیم. یه ذره سوالا رو جزئی‌تر کردیم در ارتباط با سود سپرده و وام پرسیدیم، که فکر کنم اگه به صورت چارت براتون به نمایش بذارم خیلی واضح‌تره. ما یه مبلغ 75000 تله‌ای که حدوداً 10000 دلار میشه رو در نظر گرفتیم که تو 3 ماه به چه صورتی هست و چقدر سود بهش تعلق میگیره. ایش بانک 2503 تله، زراعت بانک 2723 تله و کپیتال بانک 1331 تله سود سپرده بهش تعلق میگیره.
و به عنوان ارزهای خارجی دلار رو مد نظر قرار دادیم که توی 3 ماه 10000 دلار اگه ما به عنوان سپرده داخل هر کدوم از این بانک‌ها بخوابونیم، ایش بانک 10 دلار سود سپرده، زراعت 16 دلار و کاپیتال بانک 72 دلار سود سپرده تعلق می‌گیره. البته این فقط یه مثال بود. میتونین وارد بخش سپرده هر کدوم از سایت‌های این بانک‌ها بشین و اطلاعاتتون تکمیل کنین. فقط یه نکته جالبی که بهتون بگم، تمایل بیشتر این بانک‌ها روی سپرده‌های کوتاه مدت هست. حتی سود کمتری رو برای سپرده‌های بالای 9 ماه در نظر گرفتن که احیاناً سود سپرده‌ها نشده باشه 12% 16% ولی یه سری یا کماکان 25% بگیرن. متوجه میشین که چی میگم؟ برای گرفتن وام هم شرایط نسبتا مثل ایران بود که گفتم به طور مثال اگه سند خونه ای رو بیارن و نشون بدن چه اینجا و چه داخل ایران درآمد دارن، نصف مبلغ سند ارزش گذاری شده رو بهشون وام میدن. خب یه سری دیگه هم بودن که کلا برای خارجی‌ها حساب باز نمی‌کردن بنده خدا، مثل هالک بانک و تب، که خب ما با این بانک‌ها خیلی کاری هم نداریم. و دسته آخر بانک‌هایی هم که رفتیم، اینا با همه جای دنیا کار می‌کردن به جز ما ایرانی‌ها، خاک تو سرشون کنن. حالا مگه خودتون جهان چندمی که دارین اینجوری رفتار میکنین؟ درسته ما ایرانی ها افتخار آفرینی کم نداریم، ولی بدون ما تو محدودیت ها ستاره شدیم. هیچ وقت یه ایرانی رو تهدید نکن. یه سری نکته هم هست که دوست دارم با اتون به اشتراک بذارم. سویفت بانک های تمامی شعب به هر بانکی یه چیزه. به طور مثال ایش بانک و زراعت بانک، تمامی بانک‌های قبرس خودشون در واقع یه حساب گنده هستن توی بانک‌های ترکیه. و نکته بعدی این که شما امکان انتقال پول از بانکی به بانک دیگه‌ای رو از طریق آیبان یا به قول خودشون ایبان دارین، ولی فقط در ساعت اداری بانک‌ها. اگه ساعت اداری بانک‌ها تموم بشه پول شما فردا می‌خوابه و اگه جمعه عصر پول بزنین دوشنبه صبح پولتون رو دریافت می‌کنین. و در آخر اگه بخواین از یه بانک ترکی به یه بانک قبرسی دلار بزنین، باید با برازر یا اینترنت بانکتون این کارو انجام بدین. با موبایل بانک امکان پذیر نیست. وقتی داخل اینترنت بانکتون میشین، یه بخشی از به نام EFT تو TRNC یا کاکاتج بانک اکانت و داخل اون قسمت میتونین کارتون رو انجام بدین. و این هم لیست بانک‌های دولتی خصوصی و خارجی قبرس. یه نکته خیلی کوچولویی هم موند که دوست دارم به عنوان یه خاطره براتون تعریف کنم. سالای اولی بود که من اومده بودم قبرس و بیرون بودم و نه پولی داخل کیف پولم بود نه داخل کارتم. زنگ زدم به یکی از دوستای خیلی صمیمیم، گفتم فلانی من 60 تله پول لازم دارم، لطفا اینو سری برام همین الان واریز کن. گفت حتما همین الان برات میزنم. خلاصه من خودم رسوندم به آبربانک که این پولو دریافت کنم. دیدم پول تو کارتم نیست. زنگ زدم بهش گفتم نزدی که؟ گفت باور کن زدم. گفتم آقا اگه نداری یا یه مسئله هست بهم بگو. گفت نه به خود زدم. خلاصه سرتون رو درد نیارم، این ور اون ور نگاه کردیم دیدیم که این پول رو به عنوان حق خدمات بانک کسر کرده. در واقع اون سود سپرده‌ای که داره بهمون میده رو به قول خودمون حلالش کرده. خواستم بگم نگران نباشید. امیدوارم این قسمت از شک واسهتون مفید بوده باشه. تا شک بعدی دمتون گرم. خب دوستان، همونجور که دیدید داستان‌ها درباره بانک‌ها خیلی پیچیده است و امیرکیا زحمت کشید خیلی خوب توضیح داد، دمش گرم. منم ظرفامو شستم و دیگه حالا می‌خوایم به ادامه برنامه بپردازیم. امیدوارم لذت ببرید. نوبتی هم که باشه، نوبت برنامه چیه؟ از قبرس. بریم ببینیم سامان این دفعه چیکار کرده. خانم آقایان، از قبرس. سلام. وقتی نظرات و پیشنهادات شما بینندگان عزیز رادیو قبرس رو میدیدم، کامنت یکی از دوستان نظرمو خیلی جلب کرد. لطفاً یه برنامه درست کنید درباره کلیسای سنت بارناباس. برای همین فکر کردم که نباید وقت رو هدر داد. حتی کشور داخل قرنطینه نرفته، باید یه سر برم اونجا و مثل همیشه تجربیات این سفر کوتاه هم با شما به اشتراک بذارم. من سامانم. به از قبرس خوش اومدید. لطفاً
عباس، نام صومعه ایست بین توزلا و سالامیس در فاصله حدود 10 کیلومتری شهر فاماگوستا. در واقع سنت بارناباس نام یکی از معروف‌ترین اسقف‌های قبرس بوده، کسی که پادشاه رومی وقت قبرس یعنی سرجیو پاولوس را متقاعد می‌کنه که مسیحیت رو بپذیره. با این اتفاق قبرس اولین کشور در جهان بوده که یک حاکم مسیحی داشته. در سال 1916 به بعد کلیسا توسط سه برادر که هر سه کشیش بودند اداره می شد. نقاشی هایی که روی دیوار می بینید حاصل دست رنج چندین ساله این سه برادره. بیرون کلیسا حیاتی وجود داره که از سه طرف ساختمان‌های اون رو احاطه کردن. از سال 1991 که مرمت اینجا آغاز شد، اتاق‌های صومعه تبدیل به موزه میشه. آثار هنری بسیاری از جمله یکی از بهترین مجموعه‌های آثار باستانی عصر مفرق و همچنین یادگاری‌های از شهر باستانی آنکومی که مربوط به مصر باستان است نگهداری میشه. در فاصله 100 متری صومعه مقبره سنت بارناباس قرار داره. بریم با هم یه نگاهی بهش بندازیم. بین صومعه و مقبره یک حفاری باستانشناسی هم انجام شده که زمانی بخشی از نکروپولیس سالامیس بوده است. بارناباس در سال 75 میلادی کشته میشه و جنازه او رو در باسلاقی پنهان میکنن، اما دوستان او جسد او رو پیدا میکنن و اون رو به جای امنی میبرن. در سال 477 میلادی جسد سنت بارناباس کشف میشه و در همان مکان مقبره‌ای برایش ساخته میشه. این دقیقا همون جایی است که دوستان سنت بارناباس جسدش رو داخلش پنهان میکنن که امروزه به آرامگاه او تبدیل شده. امیدوارم از برنامه امروز ما لذت برده باشین. تا از قبرس دیگر، بدرود. چیزی بشه با آدم ده. چرا میگیری؟ اصلا همه همینین دیگه، الان همه تومون پامونه. اینو بگیر. بادم خاص نه زایه هست؟ بریم بگیر. همین بر بگیر. بابا چیزش ده خدا وکیلی، همه مردم الان همه جای دنیا همینه، الکی فقط گیرش به من میرسه. بابا الان همه پاشون انداختن رو باشون با تنبون نشستن دارن تلویزیون نگاه میکنن یا تخمه میخوان یا دستشون تو نافشون. اشکال نداره برمیگردیم به جایگاه قبلیمون و ادامه برنامه رو میریم. نوبتی هم که باشه، این دفعه دیگه واقعا نوبت برنامه یه تیست واچه. همونطور که میدونید امروز روزیه که باید برنده معلوم بشه و بفهمیم که کی صاحب این 1000 لیر خواهد بود. یک تشکری هم من بکنم از حامی این دوره برنامه، شرکت جیهانارا، که این کار رو ممکن ساخت. بریم با هم ببینیم چه اتفاقی افتاده. بفرمایید. خیلی خوش اومدین به برنامه فینال مسابقه تست تیست واچ.
سینا جان سلام، سپید جان سلام، رانا جان سلام. سلام. الان به صورت زنده کنیم؟ نه خیلی، به زنده قراره که جایزتون رو بگیرید. اما اتفاق بسیار جالبی افتاد. من براتون آمار ارقام میخونم. جالبه که بدونید حدود 3960 تا رأی ثبت شد برای مسابقه و حدود 13000 بار اومدن که شما رو رصد کردن و تصمیم گرفتن که به کی رأی بدن یا ندن. شرکت کننده ها از 1 تا 10 قرار بود امتیاز بگیرن و کسانی که رأی نمی گرفتن، یعنی عددی ثبت نمی شده براشون، 0 رد می شده در اصل، یعنی تعداد رأی ها حساب می شده. برای اینم که خیالتون راحت باشه که هیچ تقلبی توی این اتفاق نیفتاده، ما از یک سیستم بسیار قوی که از شرکت مارکت اکس برامون پروواید کرده استفاده کردیم و آقای سهیل قرائتی رو داریم پشت خط. من الان دعوتشون میکنم به ما اضافه شن که توضیح بدن چرا امکان نداشته تقلب بشه. سهیل جان تشریف بیارید. سلام سهیل جان. سلام کیان جان. خوبین؟ ممنون، متشکرم. شما خوبین؟ خدا رو شکر. سهیل جان اول توضیح بدید که چرا امکان نداشته که تقلبی انجام بشه. تقلبی چرا امکان نداشته انجام بشه؟ ببین، این بررسی این که هر نفر میتونه یه بار رأی بده، خب با سیو کردن یه کوکی روی اون دستگاه طرفی که میومده رأی میداده ذخیره میشد. پس هر کسی با هر دستگاهی میتونه فقط یه بار رأی بده. یکی میتونه شیطنت کنه، بره کوکی ها رو پاک کنه و دوباره رأی بده. ولی اتفاقی که میفته چون IP ثابته و تمام مشخصات دستگاهش و بروزر و خیلی چیزای دیگه‌اش برای ما اینجا مشخصه، ما اونا رو خیلی راحت میتونیم پیدا کنیم و رأی اضافه‌شون رو حذف کنیم. واسه همین اتفاق، یعنی چیز اضافه اینجا نیستش که بخواد با ما تقلب وجود داشته باشه. خب پس ما خیالم راحته که هیچ تقلبی انجام نشه، یعنی شد ولی جلوش گرفته شد، درسته؟ تقلب نمیشه، خب هیجان بهش دادم، ولی خب ما این پاش کامل میدیدیم که چه اتفاقی داره میافته و اون IP هایی که با یه دستگاه چندین بار اومده بودن رأی داده بودن، اون رأی اضافه رو حذف کرد که اونا رو بعدش تقلب. چقدر خوب. من یه سری سوالا دارم از دوستان عزیز، یه سری کامنت ها، یه سری سوالا اومد سمت رادیو قبرس که بیننده ها برشون سوال شده بود، براتون میخونم. خانم سپیده. بله. بوی میگوی شما خیلی زیاد بوده و امکان نداشته بدون بو این غذا پخته بشه، چرا اینطور جلوه کردید؟ این یه سوالی بوده که یکی از بیننده ها از ما پرسیده. یعنی چی بوی غذا زیاد بوده؟ از کجا میتونستم بیننده کجا متوجه شده که بوی غذا زیاد بوده؟ یعنی که خوب نبوده؟ یعنی که چیکار کنیم که بوش بیشتر شه؟ سوالشون این بوده که میگو امکان نداره اینقدر بوش کم باشه و با یه ذره پیاز حل نمیشه داستان. اولا که سایز میگو خیلی ریز و کوچیک بود و اینکه من از زنجبیلم استفاده کردم، از چند نوع ادویه استفاده کردم که اونجا توی توضیحاتم گفتم و اینکه به هر حال این مدل پخت باعث میشه که اینطوری بشه. درست. پس یعنی منطقی بوده؟ نه. خیر خب. سینا. بله. موقعی که رأی گیری شروع میشه خانم سپیده از تو حدود چند صد تا رأی جلوتر بوده، اما از یه ساعتی به بعد یک دفعه یه رشد عجیبی توی رأیات شکل میگیره. آیا خود در جریان بودی؟ آره، خب برای اینکه اولش باز شد که مثلا بیرون بودم، دیدم بچه‌ها خیلی شیک همه تبلیغاتو کرده بودن و دیگه من تا برسم و بیام و به همه بگم آقا این لینک کشه، یه ذره طول کشه دیگه. و بعد دست به کار شدی و یک دفعه یک رشد خیلی خوبی رو داشتی. آره، تازه اولم اشتباه گذاشتم دیگه، هر کلی مسیج، یعنی اون شب دیگه من فقط مشغول مسیج دادن بودم که آقا این آدرسش اینه، چون تو اینستا میذاشتم نمیتونستم برن بزنم، هی گفتن کدومه دیگه، اون شب کلا مشغول فرستادن لینک بودم. خیلی خوب. رانا جانا چی شد؟ چرا رعیت کم شد؟ نمیدونم والا، خیلی اصلا نمیدونستن که چجوری باید برن اصلا رای بدن قسمت بیو و اصلا اومدم اینو به صورت آدرس درست کردم تو استوری گذاشتم و اینا، ولی نمیدونم دیگه، خیلی فکر کنم بدخواهام زیاد بودن. حال نداشتم به من رای بدن. اشکال نداره، اشکال نداره، انشالله که
البته من یه چیزی هم اضافه کنم، من خودم خیلی آدم پیگیری نبودم، یعنی برام اصلا زیاد مهم نیست. خیلی خوشحال میشم حالا یا سینا جا یا سفید جون یک کدومشون برنده بشن. همین خب برنده نشدی خارم. قربونه شما، قربونه شما. آره خیلی برام مهم نیست، یعنی در واقع مهم اینه که این برنامه برای من خیلی جنبه فان داشت. من سام بهتر که باختی. چرا؟ میگه اصلا من مهم نیست. آره من از اون دیده فانش رو اینا نگاه میکنم، اون جنبه مادیش اینقدر برای من مهم نیست واقعا. خیلی خوب سوهل جان، ما مثل اینکه یک تعداد خیلی زیادی رأی تکراری داشتیم، یعنی اینکه از دستگاه مشابه با آی پی ادرس مشابه رأی داده شده بود. خب هم توی رأیای سینا بود، هم توی رأیای خانم سپیده بود و هم توی رأیای خانم رعنا بود. بیشترین تعداد توی رأی سینا بود که حدود 800 تا رأی تکراری بود از یک دستگاه. بیشتر از 800 تا. من واقعا تو تحسین می‌کنم. یه طرفدار سینا فقط یک نفر بود که خودش به شخصه بیشتر از 800 بار رأی داده بود. یک نفر 800 تا رأی داده بود. ببین من کلا جایی که تبلیغ شده چند تا جایی، یه دونه بابام گذاشت توی در واقع مؤسسه عالی سینما تلویزیون بود، خیلی آدمای باحال و یعنی اصلا کامنتاش رو دیشب بابام برام فرستاد، خیلی پیگیر بودن، یعنی اصلا لحظه یعنی آرا رو من از اونا داشتم می‌دیدم. بعد یه دونم من یکی از دوستامم در کلا فامیلام که خیلی پیگیر بودن، یه دونه در واقع حالا یکی از دوستان توی گروه دکترایی که تو ایران هستن اینا گذاشته بود خودشان در دکتر. خلاصه یک نفر از این جمع فهمیده بود که چجوری میتونه ربات طراحی کنه و رأی تکراری به تو بده و خب با تشکر از سوهل و مارکت تکس جلوش گرفته شد و یه تغییر اساسی توی رأی انجام شد. خانم سپیده، ما این همه گفتیم شما رأیتون عقب‌تر از سینا بود، ولی شما هم همین اتفاق براتون افتاده. شما 1516 تا رأی داشتید و بعد از اینا رسیدید به 1215 رأی. خب ببینید، من واقعیتش اولش به جنبه فان قضیه خیلی توجه کردم و خیلی برام جالب بود. توی همون وسط‌های ماجرای امتیازدهی که بود، دوستان خیلی من تشویق کردن، یعنی هر کدوم خیلی محبت داشتن، کلی از دوستان جدیدی که به واسطه کاری که داریم انجام میدیم خب افتخار اینو داشتم که باهاشون تازه آشنا شدم، البته هنوز از نزدیک ندیدمشون، و خیلی لطف کردن اساتید دانشگاه و کسایی که مجموعه های بزرگی داشتن، خواهرم پزشک هستن و مادر همسرم خیلی زحمت کشیدن و بقیه خانواده. هر کدوم از این دوربین باهاشون سلام کنید. سلام من ایجا جان. چرا خیلی خیلی به من لطف کردن و واقعا رأی دادن و شاخه‌های خیلی بزرگی رو درست کردن. اما یه سری افراد تو این قضیه بودن که خب لطف زیادی به من داشتن و دوستم داشتن و اینها، اونا خودشون احتمالاً به صورت خودجوش خب به خاطر روابطی که وجود داره شروع کردن و خب فکر کردم با چند تا با یه آیدی چند بار رأی بدن یه اتفاق خود جوش. بچه ها بچه های فعالی هن، میدونید یعنی ما یه همچین دوستایی داریم به هر حال، اینا یه همچین کاره شما نخواستین ازشون که خود جوشانه این کارو بکنن؟ جان منم مثل سینا و سپیده بودم، یعنی برای منم این تقلبه بوده. آره ببین خواهرم، شما 272 تا رأی داشتی، شده 256 تا رأی. خب برای همین ما اصلا چشپوش اصلا میخوای اضافه میکنیم به رأی ما خودمون اینجا مصبر ما که خودمون اصلا معرامی به رعنا رأی دادیم، دوستان ما همه اومدن گفتن که به خاطر رعنا رأی کم داشته، دوستان ما گفتن که ما به رعنا رأی. شما خیلی تاثیرگذار بودید توی این مسابقه. من فکر میکنم یکی از دلایلی که مامان این تعداد رأی آورده شما بودی. نظری نداری؟ ما هم ترجمه کرد رأی دادن و امتیازو به ترکی و برای یه سری از دوستاشم فرستاد. خب خیلی هم عالی. خلاصه که کل مدرسه. بله به نظر من رنجات بودم. ماهک بیشتر از اینا خیلی فعالیت میکنم و از مامان درصد درخواست میکردم. بالاخره کاره. حتما لحاظ میکنه. خیلی خب
بریم سراغ ادامه داستان که فکر کنم خیلی منتظرش بودیم. فقط رانی یه سوال ازت بپرسم، یه خانومی زیر پستت نوشته این خانوم خودش چقدر خیلی خوب بود. آره اینو منم دیدم. آره چه توضیحی داری؟ آره اون دوست صمیمی من، یعنی از من دو تا پیج دارم، پیج پی وی پیج کاری، بچه ها لطف کردن اومدن حالا کامنت گذاشتن، چون من این تبلیغات رو توی هر دو پیجام استوری کردم که اگه میخوان بیاین رای بدین این شکلیه. بعد اونا فکر کرده بودن، اکثرشون که کامنت گذاشتن فکر کردن با لایک کردن اون ویدیو و کامنت گذاشتن دارن به من رای میدن، ولی تا باز من بیام به اینا توضیح بدم بابا یه چیز دیگه از قضیه. داداش خود من رفته فقط لایک گذاشته، اصلا نرفته قسمت دیو تو وبسایت بره. تو فکر میکنم خواهرت هم حتی به بقیه رای داده، درسته؟ آره بله خواهر هم همینطور، اصلا خانواده لطف خیلی زیادی به من داشتن، من از اونجا دست تک تکش رو میبوسم. حالا یه چیز جالب که من بگم، من جاریم زحمت کشید اون پایین دست پیج توی اون پست بر من مطلب گذاشته و خیلی حمایت کرده، واقعا میگم یه لاینای خوبی توی این قضیه باز شده. سپید خانم لیلی، لیلی جون هستم. بله لیلی، لیلی جون سلام، من تشکر سلام میرسونیم به شما از لیلی جون، چون لیلی جون زحمت کشیدم و پایین کلیپ آشپزی من زدم فقط سپیده پایین کلیپ خودم داره کرده راستی. نه اونجا هم زده واسه محکم کاری این برم زده دیگه، به هر حال اینا بچه های فعالی هستن دیگه. خب من سوال از سوهل بپرسم. سوهل من میدونم که تو این چند ساعتی که چند روزی که در از رای گیری باز بود و شروع کرد به آماده سازی و بعد نتیجش بخواد در بیاد، فکر کنم روزای سختی رو گذرنی و خیلی تحت فشار بودی. چطور بود وضعیت کلا؟ وضعیت اینکه مدل رای گیری مدل جدیدی بود، همه رای گیری ها معمولا اینجوری که فقط سه گزینه واسه انتخاب دارن، اینجا اومدیم امتیازهای مختلف گذاشتیم یکم متفاوتش میکرد. بعد ولی واسه این داستان چالش بعدی که داشت همین قضیه رای دادن هر نفر یک بار بود، میشد با خیلی روشهای سختگیرانه تری بست، ولی مثلا اتفاقی که میافتاد این بود که از هر اینترنت که ممکنه توی خونه باشه فقط یه نفر بتونه رأی بده. ما ترجیح دادیم که باز باشه، ولی در نهایت با این کاری رصدی که میکنیم بتونیم اضافهاش رو حذف کنیم. سینا بریم سراغ نتیجه. بریم. خیلی خوب. ببینید ما از اونجایی که محاسباتمون خیلی سخت شد با این اتفاق، تصمیم گرفتی که به هر هم آرا رو تاثیرگذار بدونیم تو نتیجه، هم امتیاز رو. نه آرا میتونه نتیجه، تعداد آرا میتونه نتیجه کل رو تعیین کنه و نه نتیجه به تنهایی میتونه تعیین کنه. برای همین با تشکر از سوهل که این کار رو انجام داد ما متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاد. خانم رعنا 1703 امتیاز کسب کرد، سینا 9012 رای و خانم سپیده 11110 رای امتیاز داشت کسب کرد، ولی همچنان نمیشه گفت که برنده ایشونه چون که تعداد باز تأثیر گذاره با توجه به اینکه خب تعداد سینا خیلی بیشتر بوده و خب تقلبش هم بیشتر بوده، برای همین یه اتفاقای جالبی افتاد. خب من نفر سوم شروع میکنم که نفر سوم مسابقه کی شد؟ حالمون بد شد، بگو زودتکیان. بعد نفر سوم شروع کرد دیگه، هم رأیش کمتر بود هم خیلی مظلوم بود، خواهر خودش به بچه من حالش بد شد. از ایشون شروع میکنیم. رعنا جان تبریک میگم، شما نفر سوم شدین، ولی این به منزله اینه که شما بسیار خودتون خوبید با توجه به کامنت ها. مرسی مرسی. دوستان تشویقشون بکنین، خوشگو خالی که نمیشه. افتخار رعنا. نفر دوم، یا بهتر بگم نفر اول دیگه، چون دوم بگم اولم معلوم میشه. خب اولو میگی؟ خودتون فهم کنین کی برنده است؟ دپیده یا سینا؟ سینا. نمیدونم. نه تو اعتماد انرژی مثبت بده مادر. خلاصه برنده مسابقه تیست واچ کسی نیست جز. قبل از اینکه بریم سراغ اعلام نتیجه ما یک پیغامی داریم از اسپانسر برنامه آقای
آقای نعمت، شرکت جیهان آقای نعمت که میریم ویدیوشون رو میبینیم برمیگردیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز رادیو قبرس، خیلی ممنونم که برنامه های ما رو دنبال میکنید و تشکر میکنم از بچه های خوبمون رنا، سینا و سپیده جون که وقت گذاشتن و توی این مسابقه شرکت کردن. اینجور که حالا من زودتر فهمیدم این هستش بردن این مسابقه رو و خیلی هم خوشحالم براشون و خیلی استقبال میکنیم از دوستان دیگه بینندگان عزیزمون که قبرس تشریف دارن توی دوره های بعدی این مسابقه هم شرکت بکنن و بتونن هم غذاهاشون رو به ما نشون بدن، هم ما غذاهای خوبشون رو بخوریم، هم این که در واقع توی مسابقه شرکت کنن و برنده باشن. خیلی خوشحالم که ما رو دنبال میکنین، موفق باشید، روز خوبی داشته باشید. با تشکر از آقای سینا کریمی که اسپانسر این برنامه بودن و پیغامشون به ما رسوندن، خب میرسیم به جایی که از اول قرار بود برسیم، برنده رو میخواستیم اعلام کنیم. سوال جان شما چیزی نداری اضافه کنی؟ من خیالم راحت باشه. خیالت راحت، رعیا همه فراداش هست شده، چیزای خطاها هست شده، رعیایی که دستکاری شده بود اینا رعیای واقعیه که داری اعلام میکنی، از این حواظ خیالتون راحت. خواستم این چیزم راستی اضافه کنم از طرف شرکت مارکتیکس که خیلی مشتاقم و دوست داریم اسپانسر قسمت بعدی این برنامه هاتون باشه، برنامه تیز باش باشه. خیلی هم عالی، حتما من دوست داریم که این همکاری رو باهاتون داشته باشیم. خوشحال فوق‌العاده است. میدونید که من کمیسیونم با شرکت اصلا جداست، اول من میگیرم بعد ادامهش میره سمت شرکت. خلاصه حالا بعدا صحبتشو میکنیم. آره خلاصه، ولی واقعا دمتون گرم، خیلی زحمت کشتید و جلوی خیلی اتفاقا رو گرفتید، قابل توجه دو تا دوست عزیز. بله خب بریم سراغ اعلام نتیجه. برنده مسابقه تیست واج کسی نیست جز خانم سپیده بارهیدی. سپیده خانم، با توجه به اینکه تعداد آرای شما اضافهاش حذف شد و تمام تقلبش حذف شد و سینا حذف شد و تمام تقلبش حذف شد، سینا اصلا چیز نموند ازش وقتی حذف شد. خلاصه که سپیده خانم من بهتون تبریک میگم، با این هزار لیر کنید چکار کنید؟ با این هزار تبریک میگم، چشم جاری روشن. جاری من باید الان کلی با شیرینی بدم، من فکر کنم همه این پولو فقط من باید به اینو اون شیرینی بدم و خواسته هاشون رو برآورده کنم. ولی بالاخره شما به عنوان برنده بودید و باعث افتخار ما بود که تو برنامه ما حضور داشتیم. هر سه نفر، هم سینا هم رنا، دم شما گرم. ممنون از برنامه شما. هزاری رو باید شیرینی بدین کلن و ایشالا که عشق کنید با شیرینی که قرار بدین. برنده باید میگو پلوشو درست کنه هر وقت قرنطینه تموم شد. ها رفتیم آبی. ما تو قرنطینه هم باید این کار بکنیم، میتونید نه که همسایه این دوره هم جمع شیم. آره آره، همه بود این دختر من باید چقدر خوشحاله، فقط این دخمل من ما هر کوزت مال توه. آخه من بیشتر خوشحالم که تو ماهک خوشحال شد. من والا نمیدونم آخه دیگه رنگیری بوده دیگه. نه آره بعدن من و شما باید یه صحبتی با هم بکنید سینا، میدونید میتونید تبانی کنید، میتونید با هم شریک شین، میتونید نه شریک، من بردم. من صحبتش اجازه بدید من صحبتش زنگ زدم به سینا، گفتم سینا جان خب اون انگشتت خسته شد عزیزم، من بچه‌ها رو مسیر کردی، همه سیستما سوخ، برق هم مصرف کردی، بیا با هم دنگی دنگی. گفتش که نه بابا، ما که بچه‌مو دختر خاله‌مو تو امریکا نشستن تو پارتی بودن دارن رای میدن و اینا. گفتم باش کایم نه دیگه، این شد دختر خاله‌م تو ایرانه، تو ایران رای داده. آره ولی دیگه من سینا پیشنهاد میکنم اون کسی که 800 تا رای تکراری داد پیدا کن. فلان کیان به نظر من وقتی که چیز میشه این قضیه هستش، یه کار کنیم که نشون بده مثلا که اگه یکی عقبه تلاششو بکنه بیشتر تبلیغ کنه، میدونید، چون مثلا این خیلی قضیه روتینه که یکی عقبه سعی میکنه بیشتر تلاش کنه. حالا نتونین مثلا تو مسابقه قبلی که داشتیم، تو مسابقه هایی که بعدی که داشتیم، اون چیزی که نشون داده میشه میتونه تأثیر بذاره تو این که باز کسای بیشتری بیان رای بدن.
مگه سوره جان مطلبی توضیح بگم دارین بتونیم اینو خدمتتون؟ جبران کنیم؟ برای قسمت بعدی آره حتما حتما در نظر میگیریم که تعداد رأی ها و مجموع چی میگن امتیاز رو حتما نشون بده، ولی خب باید یه فکری هم به حال این بکنیم دفعه بعد باز این اتفاق نیفته که بخوام رأی اضافه هست کنیم، یه کاری کنیم رأی اضافه هستم پیش نیاد. پیش نیاد درست. ولی یه چیز دیگه منم میتونم یه چیز دیگه بگم، منم دیشب برام همین گروه هایی که بودم برام عکسشو فرستادن خیلی بامزه بود، مثلا یه جا میگفتش که پیتزا خورا باید متحد بشن نمیتونم این چیزا خیلی بامزه راست میگه. آره نه من دیگه خسته شده بودم میخواستم همه چی رو بزنم و زمین پیش کنم، به ما اونم گفتن خب روی پیتزه فقط 12 تا پپرونی داشته دیگه واسه چی اینقدر راید آورده. خوبه ماهک به سینا فوش نداده. نه دختر معذب یاره. دست همه گی درد نکنه. ممنون از ستا شرکت کننده، ممنون از سهیل و شرکت مارکت اکس که پشتیبانی کردن از ما و این اتفاق رو ممکن کردن. ایشالله که قسمت های بعد در خدمتتون هستیم. حالا مرسی از شما به خاطر این برنامه خوبتون. ممنون. مرسی از برنامه خوبتون. ممنون. مرسی بچه‌ها، موفق باشید. قربونتون. خدا بهتون. فعلا خدا. اینا جون مرسی. رنگ مرسی. قربونت. قربون عزیزم. خدا. این هم از مسابقه تیست واچ و برنده این دوره خانم سپیده بوریری که زحمت کشیدن و خوب ترکوندن. رقابت بسیار تنگاتنگی بین این دو شرکت کننده بود. شرکت کننده سومی خود تنگاتنگ گشاد نمیدونم، اما باز هم مشکلی نیست. بالاخره مسابقه فان بوده، لذت برید، عشق کردید، اما هیچ چیزی از ارزش‌های آشپزی شما کم نمی‌کنه. یادتون نره برای دوره بعد حتما به ما مسیج بدید و حتما شرکت کنید. خیلی باحاله. ممنون از این که رادیو قبرس انتخاب میکنی. رادیو قبرس تهیه شده فقط برای شما دوستان عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا قسمت بعد. فعلا میز بلند نیست؟